به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب مراسم تاسوع عاشورا رو میگذرونیم. دیروز در یک شنبه در لس آنجلس مراسمی برگزار کردن. البته میخوام بگم تاسوع عاشورا نبود، در ایران دوشنبه سه شنبه هست، ولی اینجا چون مردم میرن سر کار خب گذاشته بودنش برای یک شنبه. ما هم رفتیم، من و همسرم و چند برخی از دوستان رفتیم شرکت کردیم و بسیار جالب بود. میخوام چند تا کلیپ رو بهتون نشون بدم و چند تا عکس رو و یه نزاع و میخوام بگم چه بسا برخورد بد اونجا انجام شد که میخوام باهاتون در میون بگذارم. من برام خیلی عجیبه، گروهی از ایرانیان اینجا هستن که مذهبی هم هستن و امام حسینی هم هستن، ولی به شدت ضد نظام و ضد پرچم و این چیزا هستن و هنوز یاد نگرفتن که تفکیک بکنن بین نظام و دولت‌های ناکارآمدی که ما داشتیم، دولت‌های اصلاح طلب ناکارآمد، و هر کاستی و فساد و هر چی که بوده میذارن به پای نظام و به پای، حالا میخوام بگم، دین و مذهب و این داستانا و پرچم ایران. حالا براتون میگم چی شد. بریم چند تا کلیپ رو با هم دیگه مرور کنیم و باهاتون صحبت دارم. خب میریم کلیپ اول رو اینجا میبینیم از این مراسم که در شهر لس آنجلس بود و اینجا دانتون لس آنجلس برای مراسم امام حسین. اینم مرکب ایرانی هاست و اذان ظهر. خب ببینین، یعنی یه چیزی رو اینجا بهتون نشون بدم. ببین ماشین های پلیس رو میبینین، 3-4 تا ماشین پلیس اینجا نگه داشته بود. یعنی یه بخشی از دانتان لس آنجلس وسط مرکز شهر لس آنجلس رو اینا قرق کرده بودن برای این مراسم. خب بریم ببینیم که چه خبره. من تازه داشتم اینجا ورود میکردم و ببینیم با هم دیگه. و اذان ظهر. خب ما سر ظهر رسیدیم. خب ببینین که تعداد زیادی اونجا هستن، تعداد زیادی ایرانی ها و برخیشون پاکستانی و برخی افغانستانی. خب اینطوری. این از این داستانی داریم با پرچم ایران که براتون اینجا روشنش میکنم. ببینین اینجا موقعی هستش که در واقع مراسم تموم شدش و پل و قیمه دادن جای شما خالی، پل و قیمه حسینی. بریم با هم دیگه ببینیم. خب این آقایی که اینجا میبینین زنجیر میزنه، نامشون هست آقای رضا حیدری، که این مراسم رو که ما رفتیم اونجا، ما رو دعوت کردن رفتیم اونجا، و یکی از ایرانی های مسلمون در واقع حامی نظام هست که بسیار خوشحال شدم از آشنایی با ایشون و همسر و خواهرانشون و در واقع کل خانوادهشون. خب ما از این ایرانی ها داریم، حالا ایرانی هایی هم داریم که میان میخوان آشوب بپا کنن، با اتون در میون میگذارم. باشین. ببینین خیلی قشنگه این مراسم. در واقع علم آورده بودن و پرچم‌های مختلف آورده بودن، همه اینا هم ایرانی‌ها بودن. حالا می‌بینیم این علم ایرانیاست اینجا، اینجا یه بخشی علم پاکستانی‌ها بودش، پاکستانی‌ها بود، اینا اینجا ایرانی‌ها هستن، ولی خب مختلطن دیگه. وسط شهر لس آنجلس تعداد زیادی
ایرانی اومده بودن، ولی خواهم بگم اون تعدادی که من فکر میکردم باید بیان نبودن متاسفانه، و برای من خیلی تأسف آور بودش. حالا بهتون میگم چرا نیومده بودن. بذارین بقیهشو ببینیم. به زودی منو میبینین که پرچم ایران رو دستم گرفتم جلوی اون علم ایستادم. نگاه کنین. چشم انتظارت یه نفر بی پناه، حتما امام حسینم روحی فدا، حل ملمو این میگه وسط خط نگاه. با صورت افتاده. خب ببینین، من اینجا وایستادم و شالم انشالله سرم کرده بودم، اونم پرچمه در صورت اونجا بودم. میرم یه جا دیگهش و اون وره پرچم و دست همسرم بود. بریم نگاه میکنیم بقیهشو. ایشون تمایل نداره تو میدیا باشه و دیده بشه و اینا، که میفهمم. در صورت منم نمیخوام که خانواده من مورد اذیت و آزار این صهیونیستای لس آنجلسی قرار بگیرن. بمونین. تن حسینشو گرفته. خب این از این، بریم سراغ کلیپ بعدی. خودم هستم که تازه اونجا وارد شده بودیم. خب موقع هنگام نمازگذاری رسیده بودیم. خب این از اینا. بریم سراغ یه عکسایی رو میخوام بهتون نشون بدم. اینجا علم ایرانیا هستش، جایی که ایرانیا بودن، و یه جوون بسیار خوشقد و بالا و میخوام بگم قد بلند یه علمی بود، اینقدر سنگین بود، یه مقداری بادم که میومد اینطوری میشد. این جوون نازنین ایرانی مسلمون و پایبند به اصول انقلاب و انقلابی، این مهمه. خب حالا اینم چندین عکس من گرفتم از خود این داونتاون لس آنجلس. ببینین شلوغه، خیلی آمدن، خیلی جالب بودش. خب اینم باز یه عکس دیگه. همه اینایی که باعث دودن با پرچم های حالا حضرت عباس علیه السلام، امام حسین و علم و اینا، که همشون ایرانی بودن، دمشون گرم. اینم باز عکس خودمه، دم جایی که نماز دارن میخونن. خب اینم باز دوباره همون چادر زدن، گرم بودش مقداری، زیر چادر نماز میخوندن. بازم اینم عکس دیگه. خب حالا این عکس، این جالبه، باهاتون حرف دارم. ببینین این عکسو میبینین، یه آقایی که چند نفر بودن که اومدن به ما گفتن، من و همسرم پرچم رو گرفته بودیم دستمون، در واقع پشت علم بودیم، اینجا نبودیم، نزدیک علم نبودیم. اونا اومدن گفتن لطفاً بیاین جلوی علم پرچم رو بگیرین، از اون مسلمونای دو آتیشه و دو آتیشه انقلابی و حامی نظام و واقعاً وطن دوست و وطن پرست و پرچم دوست، اومدن گفتن بیاین جلو که پرچم هم دیده بشه. خب در صورت ما گفتیم باشه میریم جلو. کسانی بودن که جزو گروه مدیریت این همایش بودن. ما رفتیم اون جلو و پرچم هم در واقع اونجا دستمون بودش. و خب اتفاقا من سینم زدم، سینه که نه، زنجیرم زدم. حالا تو این برنامه اینجا نیاوردمش، ولی امتحان کردم برای نخستین بار، برام جالب بودش. خب این پرچم رو میبینین، ما مدتی با این پرچم را رفتیم، اون جلو بودیم. یه دفعه چی شد؟ یه آقایی اومد گفت واسه چی پرچم رو آوردین اینجا؟ برین اون عقب، اینجا جای پرچم ایران نیست. بعد چند نفر از آقایون دیگه اومدن با این شروع کردن به بحث کردن. چی داری میگی؟ یعنی چی؟ پرچم ایرانه، باید باشن اینا. ما مونده بودیم که بریم اون پشمشتا کنار بایستیم یا بایستیم اونجا. میگفتن نه بایستین همینجا، شما نرین. خلاصه ما مونده بودیم که اینا دارن چیکار میکنن. هیچی نمونده بود که کارشون بالا بگیره، چه بسا به یه نمیدونم درگیری. رفتم گفتم تو رو خدا خواهش میکنم که با هم دیگه جر و بحث نکنین، ما میریم اون کنار وای میستیم. و اومدیم در واقع
کنار علم وایستادیم به جایی که جلوش وایستیم. حالا ایشون حرفش چی بود؟ میگفتش که نه شما چرا دارین مثل جمهوری اسلامی رفتار میکنین اینجا؟ به نظرم اومد که یکی از اون براندازای به اصطلاح حالا مسلمون و اسلامی هست. من اصلا خیلی تعجب کردم، چون پرچم ایران، ببینین من نمیخوام اصلا به این آقا بی احترامی کنم، یه جوونی هم بودش، خیلی هم احساس قلدری میکرد، چیزی نبوده بود که چیزی نمونده بود که یکی هم بگیره کتک بزنه، ولی در هر صورت خوشبختانه به اونجاها نرسید. ولی یه چیزی رو که اینا نفهمیدن چیه، اینه که اول اصلا اگر که شما واقعا مسلمون هستی، مسلمون واقعی هستی، باور داری به اصول اسلام، باور داری به این که انقلاب اسلامی اومد برای چی؟ برای مبارزه با ظلم و ستم. الان چرا همه دنیا علیه رژیم صهیونیستی، رژیم کودک کش همه به پا خواستن؟ این از کجا میاد؟ از 45 سال مبارزه جمهوری اسلامی ایران با افتخار علمدار و پرچمدار این جریان بوده. این علم، این علم امام حسین از اون علم جدا نیست، این پرچم از اون علم جدا نیست، این ایران پرچمدار امام حسین و مبارزه با ظلم و ستم بوده. اگر که کسی، میخوام بگم من نمیخوام داوری کنم کی مسلمون واقعی کی نیست، ولی در هر صورت اگر که باور داریم به اصول اسلام و به اینکه اسلام برای ظلم برای مبارزه با ظلم اومده، برای مبارزه با کسانی که ظالم هستن اومده و جمهوری اسلامی ایران برای همین کار اومدش، پس نمیتونه اسلام رو تفکیک بکنه از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اما میتونه نظام رو تفکیک بکنه و باید اسلام و نظام رو تفکیک بکنه از دولت‌های ناکارآمدی مانند روحانی، مانند رسمنجانی، مانند دوره خاتمی و این دولت‌های ناکارآمد که کاری کردند که مردم از دین و ایمون هم گریزان بشن. و حالا چه برسه، میخوام بگم پرچم سرنگ ایران با لا اله الا الله که روش حک شده، میخوام بگم یعنی یه چنین اتفاقی افتاده. ولی از این نازنینان، از این عزیزان، من خواهش دارم که شما تفکیک بکنین. جمهوری اسلامی ایران اونی نیستش که تو مخ و مغز شما ها کردن و این شبکه های دشمن شما رو گمراه کردن و در واقع با کذب و دروغ شما رو به بیراهه بردن. اگر شما به اسلام ناب باور دارین، حتما باید به سردار قاسم سلیمانی عزیزمون باور داشته باشین. اون علمدار امام حسین بود، علمدار کی بودش؟ مبارزه با داعش، داعش رو لتوپار کرد. و وقتی که ایشون میگه ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، یعنی چی؟ شما باید در واقع خوشحال باشی و کشورتو دوست داشته باشی، ملتتو دوست داشته باشی. ملت امام حسین، ملت امام حسین ایرانه، کشورته. نباید با هویت خود جنگ و ستیز داشته باشی و توی مراسم تاسو و عاشورا بیای میخوای علم شنگه را بندازی که چرا پرچم ایران رو آوردیم جلوی علم امام حسین گرفتیم. امام حسین واسه چی قیام کرد؟ اصلا واسه چی به شهادت رسید؟ برای اینکه با اون زورگویان و در واقع صهیونیست‌ها داشت میجنگید، همونا بودن که اینا رو به شهادت رسوندن، تشنگیشون دادن و به اون وضع فجیع به شهادت رسیدن. همون چیزی که در غزه داره الان اتفاق میفته جلوی روی جهانیان. خب اگه تو واقعا مسلمون درست و واقعی هستی، اون وقت پرچم ایران تو رو اذیتت میکنه جلوی علم امام حسین؟ من این دینداری و دین مداری رو واقعا نمیفهمم. این مدلش رو دیگه ندیده بودم که دیروز دیدم، حالمون واقعا گرفت. من تعجب میکنم از این مدل ایرانی ها و خودشونم اون وقت مسلمون میدونن. من حالا کی هستم که بگم کی مسلمونه کی نیست؟ ولی مسلمونی و اسلام اون چیزی که باید در ذهن و تفکر آدم باشه، باید انسانی مسلمون واقعیه که مخالف مبارزه بکنه با ظلم و ستم، درست؟ و در واقع باور داشته باشه به اصول انقلاب و آرمان‌های انقلاب و تمام اینها.
بقیه شما نمیفهمم این چه مدل مسلمونیه. اگه تو مسلمون واقعی هستی، تو لس آنجلس زحمت کشیدی که بیای در واقع موکب بپا کنی و تاسوع عاشورا رو، حالا این همایش رو، بزرگ داشته این همایش رو برقرار بکنی، چرا با ایران و با جمهوری اسلامی ایران و با پرچم خودت دین ستیز داری؟ اینو من نمیفهمم. در واقع خودتو بی اجرت کردی برای اون رفتار ناخوشایندی که داشتی با کسانی که اونجا بودن، امام حسینی بودن و عاشق ایران بودن، عاشق پرچم ایران بودن. در همینجا باید بهتون بگم چند تا از بانوان اومدن موقعی که من پرچم دستم بود، اومدن پرچم رو گرفتن، ماچ میکردن، عشق میریختن. من میخواستم ازشون فیلم بگیرم، گفتن نه فیلم نگیری. یعنی میخوام بگم من خودم عشقم در اومد، پرچم رو ماچ میکرد، علایش رو ماچ میکرد، عشق میریخت. خب اونه، ایرانی واقعی اونه، نه اینکه بیاد اینجا صرفا به خاطر اینکه حالا کمک کرده مراسم امام حسین رو برگزار کرده بخواد اسلام، در واقع اسلام ستیزیه. تو اگر مخالف پرچم ایران که علمدار پرچم امام حسین هست مخالف اون هستی، تو چه مدل امام حسینی هستی؟ چه مدل مسلمونی هستی؟ به ما توضیح بده. تو نکنه از اون چی میگن اسلام آمریکایی آوردی؟ چه داستانیه؟ اسلام آمریکایی به این نیستش که من چادر سرم نبود، با چادر چاقشور نرفته بودم اونجا. من اینطوری رفتم اونجا، درست؟ ولی زنجیر زدم و رفتم هیئت، شبش هم رفتیم هیئت، خیلی هم جالب بود، جای شما خالی، پلو قیمه هم خوردیم. خب من این جریان پلو قیمه رو یه بار دیگه هم بهتون نشون بدم. به کوری چشم براندازان و دشمنان ایران ما پلو قیمه ساندیزی هم خوردیم، خیلی هم خوشمزه بود و جای شماها حتی خالی بودش. خب میخوام بگم که مردم محرم سفر رو دوست دارن. یکی از دلایلش هم اینه که به فکر هم هستن، میان نظری میدن. حالا میخوام بگم امیدوارم که کشور ما به جایی برسه که نیاز به نظری نباشه، فقط نظری رو میدن برای اینکه مردم خوشکام بشن، نه اینکه یک کسانی گرسنه باشن و بخوان بیان نظری بگیرن. حالا خوشبختانه میخوام بگم به اونجا هم نرسیدیم، ولی امیدوارم که این آقای پزشکیان یه کاری بکنه که به اونجا نرسیم هرگز و یه جهشی ایجاد بشه. خب ایشون قلوعده‌های خیلی خوشگلی داره میده و داده، ولی ما باید ببینیم که چه اتفاقی میفته و چی میشه. در هر صورت من با افتخار این پرچم رو بردم تو مراسم امام حسین و اونجا دیدم که تعداد زیادی از ایرانیان خوشحال بودن از این پرچم و اومدن ما رو تشویق کردن و همه. من هر جا میرم پرچمم با خودم میبرم، این هویت منه، شناسنامه منه، بهش افتخار میکنم. هیچ موقع، موقعی که من در واقع زمان شاه بودش، هرگز انقدر نمیتونستم به ایرانمون افتخار بکنم. دوست داشتم همیشه ایرانمون، عاشق ایران بودم، ولی نمیتونستم اینطوری بهش افتخار بکنم. امروز دارم بهش افتخار میکنم، چون که یه تودهنی محکم زدیم به آمریکا، یه اردنگی محکم زدیم به اون رژیم کودک کش جنایتکار حروم زاده، حروم لقمه. و اینا افتخار منه، مبارزه با ظلم و ستم، شیطان بزرگ، تروریست بلذات، ام الفساد، استکبار جهانی. این جمله های قصار و زیبای امام هستش، اینا رو افتخار میکنم بهش و بهشون رسیدیم. امروز بهشون رسیدیم و داریم با استکبار جهانی میجنگیم. هر کسی که این پرچم رو قبول نداره نمیتونه امام حسینی باشه، نمیتونه علمدار امام حسین باشه. این باور منه، این دیدگاه منه. ممکنه شما با من مخالف باشین، هیچ مسئله ای ندارم، نظر شما هم محترمه، میتونین این زیر بنویسین ما تجربه‌ای که داشتیم. در صورت من از اون آقایونی که اونجا خواستن که ما بریم جلو پرچم رو نشون بدیم تشکر میکنیم و از اون آقایونی هم که، یا اون آقایی که اومد اعتراض کرد، امیدوارم که براش دعا میکنم به راه راست بیاد، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. جوونی بودش، خب ایشالله که
یاد بگیره تفکیک بکنه بین نظام و بین دولت‌های ناکارآمد. اگر ایرانی‌ها این کارو بکنن همشون وطن دوست و وطن پرست میشن، من باور دارم. فقط اینی که این رو هنوز متوجه نشدن، نفهمیدن. خب عزیزان من، عضو کانالا بشین، پسند رو فشار بدین، به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین، در پناه حق باشین.